عبادی در کشتی دوم خودش در وزن 65 کیلوگرم مساف میده با آکار از ترکیه. خب داور در سود خودش میدمه، دو کشی در میانه میدان سرشاخ میشن، دست زیر کت میکنه عبادی، دو دست رو میکنه زیر کت همچون فرنگکار. حالا ببینیم از این مایه که در اختیار گرفته چه بهره ای میبره. در میانه میدان حریف خب به سمت پایین کشیده، داور در سود خودش میدمه و کشی در میانه میدان از سر گرفته میشه. یک بار دیگه دست زیرکت میکنه، بعد رو به جلو حرکت کنه، وقتی دست زیرکت میکنه بعد حریفو به سمت بیرون هدایت کنه. اشتباه کرد متاسفانه، حالا پاش در اختیار حریفه، باید ببینیم نتیجه این عمل و عکس العمل چی میشه. عبادی از دوشک خارج شده و با وجود اینکه اختیار عمل با او بود، یک امتیاز از دست داد. بله کشی در میانه میدان دنبال میشه، عبادی باید یک بار دیگر بله حریف رو قوس میکنه. یک دقیقه زمان از کشتی گذشته و برخلاف روند رقابت نتیجه 1-0 به نفع آکرا از ترکیه است. مجددا همون اتفاق افتاد، حریف پشت عبادی رفت، عبادی مایه لنگ رو نشون میده، حریف از دوشک خارج میکنه و داوران میتونن حداقل یک امتیاز بهش بدن که متاسفانه این اتفاق نمیفته. 4:36 زمان باقی است و کشی باعث به 1-0 به نفع آکرا از ترکیه دنبال میشه. خب آهنگ کشی در اختیار عبادی ماست، مچحریف رو در اختیار داره، روی دست ها روی دوشک و حالت چهار چنگولی قرار گرفتن هر دو کشتیگیر. عبادی اگه حرکات خودش رو تا پایان کامل انجام بده میتونه به پوان دست پیدا کنه. یه دست و دست رو میگیره آکرا ترکیه، عبادی رو به پایین میکشه، تلش مونه به پشت بره، عبادی بلند میشه و حریف رو در خاک قرار میده. دو امتیاز کسب میکنه، به دنبال جمع کردن فن فیتیله هست نمیشه، به دنبال بارانداز میره، بارانداز در اختیار داره، ببینیم اقدام به اجرا فهم میکنه که این اتفاق نمیفته. داور در سود خودش میدمه و دو کشیر باید در سرپا کارشونو دنبال کنن. 40 ثانیه زمان تا پایان کشی در وقت نخست باقیست و عبادی 2-1 از آکرا نماینده ترکیه پیش است. خب کمی از سرعت کشتی کاسته میشه، دو کشتیگیر چشم در چشم، فیس تو فیس بوس میکنه، یک زیرگیری، یک دوخم، نباید اون پایین بمونه، به سمت جلو حرکت بلند میشه، حریفو میگیره، بعد کمر حریفو بگیره. در این حالت مورد مراقب باشه که فیتو نخوره. به هر حال ترکا در زدن فند فیتو تبحر خاصی دارن. 4-3-2-1 و زمان به پایان میرسه و عبادی نزد مراد محمدی مربی تیم و آقای طریقی اکبر نجات سرمربی تیم میاد. نکات لازم و آزادکار کشورمون میگن، بارها و بارها نکات گفته شده، حالا بازگو میکنن. عبادی نشون داده که یک سر و گردن از حریف خودش سره، اگه مرتکب اشتباه نشه و از اشتباهات حریف استفاده کنه به راحتی میتونه این کشتی رو به نفع خودش به پایان برسونه. تو کشتیگیر به میانه میدان میان، داور دست سود خودش میدمه و کشتی از سر گرفته میشه. حریف، دو حریف همدیگه رو ارزیابی میکنن مجددا. عبادی رو به جلو قوس میکنه، باید از دستان حریف عبور کنه تا بتونه به پای آکرا از ترکیه برسه. یک دست و دست رو در پایین ترین حالت ممکن در اختیار داره، رو به جلو
ببینیم حریفا میتونه پیش بندازه، نه از حریف جدا میشه. پشتی همچون لحظات آغازینه تایم نخست در این لحظات سرعت بالایی داشته، کمی ساکن میشن دو کشتیگیر، روی دست یکدیگر کار میکنن. عبادی باید حریف رو تکون بده، قوس کنه در رفت و برگشت ها، زیرهای خودش رو بگیره. دو کشتیگیر در میانه میدن، داور دستور خودش میدن، تذکر میده به عبادی که با کف دست به سر و صورت حریف ضربه نزنه. یه قوس از آکرات ترکیه قوس میکنه حریفو، بعد مراقب باشه، به هر حال شرایط حساس. عبادی داور دستور خودش میدم، نتیجه 2-1 به نفع عبادی در 1:35 زمان باقی مانده به پایان کشتی. یک زیرگیری، یک زیر سرکو از حریف، ببینیم میتونه اینو به پوان تبدیل کنه یا نه. با خیمه سنگین آکرات ترکیه مواجه شده، یه بار دیگه گوت میکنه، باید مراقب باشه، نباید پشت کنه به حریف، باید دست رو جدا کنه، مراقب باشه. به هر حال خطرناکه، مایل لنگ رو نشون میده، با پا فشار میاره حریف رو به سمت بیرون. ببینیم میتونه نگاه، متاسفانه برخلاف تصور خودش در خاک قرار میگیره و 2 امتیاز از دست میده تا نتیجه کشی 3-2 به نفع آکرات ترکیه باشه. 1 دقیقه زمان باقی است و باید ببینیم میتونه این 1 امتیاز رو جبران کنه یا نه. در میانه میدان قوس میکنه، 50 ثانیه، نباید زیر بده، باید مراقب باشه، نباید پشتی از دستش در اومده، اشتباه کرد، نباید پشت بکنه به حریف. هر بار که این اتفاق افتاده امتیاز از دست داده، باید داور دستور خودش بدمه. باز مجدداً در خاک حریف قرار میره در کمال ناباوری. پشتی برده رو حالا کلیده عوض میکنه. آب داور میتونه دست خودش بدمه، متاسفانه برخلاف روند پشتی. حالا عبادی با نتیجه 5-2 در فاصله زمانی 21 ثانیه تا پایان کشتی نتیجه رو واگذار کرده، باید زیر بگیره، باید هرچی داره رو کنه. ده ثانیه باید بارانداز بزنه، باید بارانداز رو بزنه، 5 ثانیه بزن، باید بزنه. و پشتی که میتونست به راحتی پیروز بشه رو با باخت عوض کرد عبادی. ای وای، در کمال ناباوری این اتفاق افتاد. یک سرگردن از حریف بالاتر بود، بهتر بود، اما اشتباه کرد، پشت کرد به حریف و امتیاز از دست داد.